من امروز صبح رفتم خون بدم. بعد خب اینطوری که تایمیه، مثلا زمان من 9:30 بود، منم دقیقا 9:30 رسیدم. آدم شیاد. بعد یه صف بودم، هنوز باز نکردین، نفر اول 9:30 بود، درم هنوز باز نکرده بودم. بعد یه مثلا 3 نفر وایستاده بودن و اینا، مثلا صف طور وایستاده بودن، ولی اینطوری نبود که مثلا فقط یه ورودی داشت، یه در خیلی بزرگ، من رفتم اون ورش وایستادم. بعد خانم ایرانی اینطوری کرد که there is a line here. سنگاز هم اومدی مثلا بگم من اومدم تو صف یکی ها، شما این چند تا بخواهی گفتم که ساری. بعد رفت آقا و اینا وایستادم. ببین 30 ثانیه نشد خانم در اومد بیرون، ایمان یه اینجوری بهش نگاه کردم و رفتم تو خانم من میدونم من بچه انتقال خونم، من تو انتقال خون به دنیا اومدم، من میفهمم این پروسه ها رو. خیلی تو خون دادی، خیلی شانس آوردم، ولی اگه واقعا خانم اول میرفت تو خیلی بد میشد، شرفم میرفت. آره خلاص رفتیم، ولی چیز رو خیلی ریلکس بودن کلن. بعد جالب به ماسک خودتون هم نمیتونید برید تو، حتما به ماسک اونا بهتون میدن بزنید. خوبه دیگه، منطقیه. نه جالب بود برام، یعنی من گفتم من خودم ماسک دارم، اینا گفت نه. از این چنگک ها برداشتن بهتادن. آره. اون چنگک فقط به ما مرغ داده بودن. آره. تا الان دیگه امروز ما روسپیف و اینا. آره. کار خوبیه، منم قراره تقریبا 2 هفته دیگه برم برای دفعه اول خون بدم. همه خونده های دو جان شدن. بازم جایی شکرش باقیه. من تو استرالیا میتونستی پلازما اینجا اومده خیلی کمه اینجا، یعنی اونجا خیلی، ببین اونجا مثلا مرکز اهدای خونش وسط شهر خیلی خفن بود، اینجا مثلا موقعی که تموم میشه بهت یه آبسیب میدن. آره فوقش دیگه خودتو بکشی دوتا آبسیب بتونی یه بیرون کوکی چی. آره 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 اونا مارست. اونجا میلک شیک درست میکنه، معجونای چیز هست، مثلا تو ایران آیس فکتور بود. آخ. دستگاه اینا دارن، مثلا بارتندر داره. آره قشنگ اونجا بعدش بهت میرسن، یعنی ما برای راه میرفتیم اونجا، میرفتیم یه پلازما میدادیم، یه دو سه تا میلک شیک و پیتزا اینا، اصلا یه چیز عجیب بود. ببین به هر حال اگه اونجا بود باید حتما یه کل 5 لیتر خون داده روانه شد. خدا واسه زندگی میشه. حالا گوش بده، حالا ما رفته بودیم اینا، بعد با همکارام میرفتیم، بعد من اینطوری بود که مثلا با این گروه میرفتم، مثلا لیگالش اینه که تو هر دو ماه میتونی خون بدی. با مثلا با یه سری همکارام این دو ماه میرفتم، بعد دو ماه میشد با یه سری دیگه میرفتم و اینا بینش فاصله مینداختم، ولی من با تمام گروه های مختلف مثل تور لیدر هاشو میرفتم خون میدادم. بعد دیگه اینطوری که مثلا فکرم مثلا یه بار پنجمی که میخواست این اتفاق بیفته دیگه ضعف کردم، یعنی دیگه بود که دیگه همه خونم کشیده شده بود و اینا، دیگه مشکل به وجود اومد و اینا، بهشون گفتم یعنی قطع کردم میکشکم هم ندادم. وقتی برگشتی به ونکوور هم میرفتی پشت سر هم؟ اصلا با اون خون دادنه اومده بودی؟ با حاله، خیلی خیلی کار با حالیه، من خیلی دوستش دارم. آخه نه آمارشو حالا براتون موقعی که خون میدی آمارشو براتون میفرستن که مثلا چند درصد کانادایی ها همچین خونی وجود داره و مثلا چقدر به این نیازه. فکر کنم به مثبت 7% یه هم چیزی تو به مثبتی. آره با اون کمه، کمترینش نه کمترینش بگم آه مثبت که از هیچکی نمیتونه بگیره، مثلا 0.5% هم چیزاییه. آره من به مثبت. سومین رر ترین خون تو کاناداست. اصلا قدیم تو ایران رو گواهینامه می نوشتن گروه خونی رو، الان من یا به مثبت هم یا منفی. یه خاطره دیگه هم داشته از استرالیا و در مورد اهدای خون و اینا اگه میخوای بگی جالبه. کدوم؟ روزنامه و اینا، اخبار. آها بار اول که خون میدی اینا چیز میکنن، یه دونه مثلا چیز میفرستن، بروشور میفرستن خونتون، یه پکیج گنده است و اینا، و اینگه مثلا یه پمفلته که انگار مثل روزنامه چاپ شده، بعد روش عکس تو که رفتی مثلا اونجا ازت عکس میگیرن و اینا، میزنن روش، بعد نوشته مثلا لوکال هیرو سیوید 3 لایوز، مثلا یه مثلا قهرمان مثلا جون 3 نفر نجات داد با مثلا اهدای خونی که کرد. بعد جالب بود دیگه، بار اول که مثلا گرفتم گفتم که آ چقدر باحال، آدمو اینکوریج میکنه، آدمو تشویق میکنه که بری هی اهدای خونی. تهیج میکنه.